درود بر بینندگان تلویزیون ایتو در سراسر دنیا. من پرویز مینویی هستم. مطابق معمول روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که هنوز جز ایام نوروز حساب میشه و من یه بار دیگه نوروز باستانی رو نوروز 2575 هخامنشی رو به شما تبریک میگم و براتون شادی و پیروزی در این روز آرزو میکنم. امروز که این برنامه خدمتتون تقدیم میشه روز 11 فروردین ماه 2575 هخامنشی است که برابر است با 30 مارچ 2016. فردا 31 مارچ و پس فردا اول آپریله. پس فردا که اول آپریله میشه 13 نوروز ایران، یعنی 13 به در ایران در روز جمعه 13 آپریل هستش. منتها خب چون روز جمعه روز کاریه در هوستون و احتمالاً در شهرهای بزرگ امریکا، 13 به در رو روز 15 فروردین میگیرن که میشه روز 3 آپریل. و خب مردم میرن سبزه هاشون رو توی راه میندازن، توی دریاچه، توی یا رودخونه یا آب روان. این کارو بکنید بذارید ببینن همه که روی رودخونه، روی آب روان، روی دریاچه یه مقدار سبزه است و کنجکاو بشن این سبزه کیه و چی از کجا اومده، به فرهنگ ایرانی پی ببرن. ببینید اروپا به اصطلاح به هم ریخته بابت کارهای تروریستی که انجام شده. و این کارهای تروریستی ببینید، شما یه نفر تروریستی که نمیشناسید کیه، چجوری میتونید جلوشو بگیرید؟ خب یه جایی میره بازرسیش میکنه. خب این ممکنه که بازرسی میشه هیچی نداره، میره اون تو، یه نفر از کارکنان اون مؤسسه که دیگه بازرسی نمیشه میاد تو، اون یه چیزی با خودش داره میانه میده به این. شما مثلا فرض کنیم که مثلا به عنوان مثال مترو رو در نظر بگیرید. شما درهای ورودی مترو همه رو نگه میدید، آدم ها رو دونه دونه بازرسی میکنید. ولی خب یه سری کارکنان مترو هن، کارکنان مترو میان اون تو، با اونایی که میان اون تو، اونا هم توشون افرادی هستن که مغزشویی شدن، از طرف اینا هیچ سابقه هم ندارن، پرونده‌شون درست استخدام شدن و در اون لحظه شروع میکنن یه بمبی رو به اون نفر رسوندن. ببینید این همه خرج میکنید، بیایید اساسی کار کنید، با خود قضیه برخورد کنید. چون بیایید بگید آقا این اسلام با این کشتار، این برخلاف همه چیزهای عقلانی جهانه. بگید اگه شما اسلام هم قبول دارید، آها در اسلام گفته به هر کس به بدن خودش آزار برسونه این گناه کرده. خودکشی در اسلام حرامه، کسی حق نداره خودکشی کنه. خب این به اصطلاح تروریست‌های انتحاری که خودکشی میکنن دیگه. در اسلام میگه اگر کسی آدم کشی نکرده و شما اونو بکشید، انگار همه انسانهای دنیا رو کشتید، این خبرش گناه قائل شده. میگه یه نفر که آدم کشی نکرده شما اونو بکشید، مثل که همه انسانهای دنیا رو کشته. خب اینا رو بیارید بنویسید به مدارس، دبیرستانها، رادیوها، تلویزیونها، تکرار کنید دیگه. آخه اینکه کاری نداره. میترسید به شما بعد بشن بگم مسلمان ها بر علیه شما تظاهرات کنن. من حاضرم به اسم خودم بیام بنویسم تو روزنامه های بلژیک چاپ کنم که این اسلام اصلا از عمق بی خوده. اگر شما قبول دارید اسلامو، که بازم این کارا غلطه و اصلا اسلام درست نیست. ببینید شما همین نماز رو که مردم میخونن، هفت حرکت، همینو که یه چیز مخفی نیست که همه میخونن دیگه. ببینید چیه، مثلا فرض کنه که میگه که از محمد میگه هرچی که در قرآنه از جانب خداست، جبرئیل اومده به من گفته و من نوشتم یا به زبونم جاری شده، جبرئیل به من گفته.
خب جبرئیل گفته، گفته اولش گفته بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا که نمیگه به نام خود من که من رحمان و رحیمم، که ما باید بگیم دیگه، ما میگیم الحمدلله رب العالمین، ما به خدا میگیم شکر میکنیم خدای دو عالم را. خدا که خودش نمیگه که من شکر میکنم خدای دو عالم را، پس ما داریم حرف میزنیم. بعد میگیم ما را به راه راست هدایت کن، خدا که خودش نمیگه که ما را به راست راست، ما هم داریم میگیم ما را به راه راست هدایت کن. پس اینجا کجا خدا کجاست، پیغمبر کجاست؟ بعد میگیم راهی که به اونایی که انعمت علیهم بودن نشون دادی اون راه به ما نشون بده، راه مغضوب علیهم نشون نده. نمیگیم که راه اونایی که کار درست کردن به ما نشون بده، نمیگیم راه اونایی که کار بد کردن نشون بده، میگیم راهی که تو به اونا نعمت دادی نشون بده، راهی که تو به اونایی که نعمت دادی نشون دادی اون راه به ما نشون بده، راهی که به اونا غضب کردی اون راه به ما نشون نده. ببینید یعنی چی؟ یعنی من قابلمم این وسط، من هیچ کارم، من اولا که خودم نمیتونم به راه راست بدم، خدا باید منو به راه راست هدایت کنه، خودم دو راه بلده. ببینید باز تکرار میکنم خانم آقایون، ببینید نمیگه راه نیکوکاران رو به من نشون بده، راه بدکاران رو به من نشون نده، اینو نمیگه. اگه این میگفت منطقی بود. میگه راه اونایی که بهشون انعمت علیهم کردی، یعنی راه اونایی که بهشون نعمت دادی اون راهی که به اونا نشون دادی به من نشون بده، راهی که مغضوب علیهم نشون دادی، راه اونایی که بهشون غضب کردی و اون راه نشون دادی اون راه به من نشون نده. یعنی خدا دو راه بلده دیگه، یه راه انعمت علیهم، یه مغضوب علیهم. یکی میره جلوش نگاه نگاه میکنه، خدا یه دفعه اینجوری میکنه، راه مغضوب علیهم برو. یکی نگاه میکنه میگه راه انعمت علیهم برو. آخه شما اگر خدا واقعا وجود داشته باشه شما دارید بهش توهین میکنی. بعد که تموم میشه میگیم دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. خب قل هو بگو خدا یکیست، این کی به کی میگه؟ قل هو الله احد، بگو خدا یکیست. خدا که این حرفو نمیزنه، چون اگه این بود خدا میگفت بگو که من یکی ام. و تازه مگه ده عقده ای خدا هی بگه من یکی ام، تازه میگه من یکی ام، بعد میگه الله اکبر، بزرگتر هستم، یکی هستم، بزرگتر هستم. ما به جایی که میگیم مثلا شهادت میدیم که خدا یکیست، میگیم شهادت میدیم که خدا بزرگتر است. خب این همه نمیخونه. آخه ببینید شما همین سوره کهف رو من براتون گفتم یه دفعه میخونم، باید دفعه روش کار کنم، چون فکر من از اول تا آخر بخونم خسته میشید، یه تیکه های فانتزیشو براتون در بیارم. مثلا میگه که فلانی 100 سال 200 سال خوابیده، من توی اون قاره رفتم این ور اون ورش کردم. آخه به عقل جور در میاد؟ خدا بیکاره؟ این همه انسان روی زمین، این همه کره ها هستن، این همه منظومه های شمسی هستن، این همه کهکشان هست، اومده اون چند نفری که تو قار خوابیدن اونا رو این ور اون ور میکنه که خب که چی بشه؟ آقای محمد ببینید، آقای محمد دانشش دانش آن زمانی بوده، دانش این زمانی که نبوده که. دانش آن زمانی متوجه نیست که آدم خواب برای که حرارت بدنش رو تنظیم کنه، برای که مغزش همیشه کار میکنه، برای که قلبش همیشه دائما در حال کاره، برای که ریه‌هاش در حال تنفس کردن، یه مقدار انرژی مصرف میکنه. این انرژی مصرف میکنه صبح که پا میشه گرسنه است. حالا اگر 5 روز بخوابه خب میمیره. یک سال خوابیده، آقای محمد فکر میکنه که مشکل طولانی خوابیدن فقط مشکلش اینه که باید یه نفر این ور و ورش کنه. خب اینی که خود یارو میکنه که، هر کسی که خوابه تو خواب خودش این ور و ور میشه، نمیخواد یکی بیاد این ور و ورش کنه که، لازمش آب غذا بدن. خب این برنامه امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم میشه، من همون پرویز مینوی هستم از هوستون تگزاس. من این برنامه رو از طریق استیم باکس میفرستم برای آقای امیدوار در اتاق فرمان در واشنگتن، در اتاق فرمان تلویزیون E2.
ایشون میفرستن روی اینترنت و جناب پارسا سوربی مدیر تمی و جناب دوست عزیزم آقای ناصر توکلی مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس، اینا این برنامه رو پخش میکنن. یعنی این برنامه همزمان از سه جا مستقیم پخش میشه و بعد مردم تیوی ضبط میکنه و تا آخر هفته و روزهای بعد تکرار میکنه و ضمن میذاره روی یوتیوب، هر کی بخواد بره میتونه ببینه. و همینطور ایتو هم روی یوتیوب اینا قابل دیدن هستش. و این رو خواستم بگم که تشکر کرده بودیم از هر سه این سروران عزیزان. ببینید، من قول داده بودم که در مورد کودتای 28 مرداد که بهتره بگیم کودتای 25 مرداد توضیح بدم. من این توضیح ها رو اومدم از روی کتاب بهتون نشون دادم. تقریبا فکر میکنم بیش از 15 تا کتاب اینجا من دارم و یه تعدادی هم در ایران خوندم که دیگه با خودم نیاوردم و اینجا هم نرفتم اونها رو دوباره تهیه کنم. و اینا درباره همین رویداد 25 مرداد و ادامهش توضیح میده. من اینا رو یه مقدار براتون خوندم، یک مروری میکنم. ببینید، آقای دکتر مصدق همیشه در انتخابات مجلس بازنده بود. حالا چرا بازنده بود؟ برای که اکثرین سه چهارم مردم در آن زمان رعیت نامیده میشدن. رعیت یعنی روی زمین ارباب کار میکردن، توی دهاتی زندگی میکردن که اون زمین ها مال ارباب بود و این ارباب اگه مثلا گفت تو نیا کار کن، اون نمیتونست کار کنه، باید ارباب اجازه میداد آقا این تیکه زمین اینجا رو آقای مشرسن تو کار کن روش، این بغلیش هم که از اون دو تا اونجاست آقای مشرسن تو کار کن. خب اینا باید کار میکردن، سهم ارباب رو میدادن، سهم خودشون هم برمیداشتن و همه کارهای زحمت زمین با رعیت بود. یعنی باید آب میداد، دون بذر میکاشت، نمیدونم اگه کودال لازم بود میداد، حالا گاهی وقتا با اربابا کمک میکردن. ولی معمولا کاشت ها دیم بود، یعنی چیزی رسیدگی پرستاری نمیخواست. بارون اگه میامد محصول میامد، بارون اگه نمیامد محصول نمیامد. خب حالا رعیت اگه به فرمان رعیت به فرمان زمیندار بود، زمیندار یا ارباب اگه میگفت برو به این رای بده به این رای میداد، اگه میگفت به اون رای بده به اون رای بده. پس چون سه چهارم مردم ایران رعیت بودن و رایشون به دستور زمیندارا بود و زمیندارا به طور سنتی طرفدار شاه بودن، پس بنابراین همیشه وکیلای پیدا میشدن که انتخاب میشدن که اکثریتشون با مصدق مخالف بودن. حتی مصدق در زمان خودش که خودش نخست وزیر بود و آقای دکتر صدیقی وزیر کشور بود، یعنی خودش انتخابات رو برگزار کرد، گفتم اولا نشون میده که مردم به اصطلاح به دموکراسی آشنایی ندارن، بلکه از شهر قزوین که من بچه بودم اونجا بودم، از اون شهر دو تا آخوند شدن نماینده مجلس، آقای سید جوادی، آقای صفایی. بعد آقای مصدق یه کارایی کرد، یاراش یکی ازش، آقای مصدق بسیار با شاه خوب بود، شاه همیشه تو مشکلاتش از مصدق یاری میخواست. حتی وقتی که رضا شاه به آقای مصدق غضب کرد، آقای محمد رضا شاه رفت واسطه شد و حتی وقتی آقای رزمارا ترور شد، آقای محمد رضا شاه وزیر دربار رو فرستاد گفت برو به آقای دکتر مصدق بگو به نظر تو من چیکار بکنم. یعنی از این صمیمیت دیگه بیشتر میشه؟ بعد آقای مصدق نخست وزیر شد، رفت در سازمان ملل در دادگاه اونجا ثابت کرد، گفت این دعوا بین یک کمپانی، بین یک کشور و یک کمپانی، بین دو تا کشور که نیست که، بلکه شما دعوای کشورها رو باید بحل و فصل کنیم، دعوای کمپانی ها به شما ارتباط نداره. و اونا قبول کردن و خودشونو صلاحیت خودشونو به اصطلاح نفی کردن برای این کار. و آقای مصدق در اولین مرحله پیروز شد. وقتی پیروز شد رفت عکسش رو مجله تایم رفت، تمام ملت های دنیا، ملت های ضعیف دنیا، ملت هایی که در ظلم و ستم بودن، همه توجهشون ایشون جمع شد. هر دفعه هم آقای محمد رضا شاه تلگرافای صمیمانه، میگم صمیمانه،
یعنی منظورم که نه اینکه مثلا به خاطر از ته قلبش تلگراف میزد بهش تبریک میگفت که این کاری کرده. آقای دکتر مصدق رفت بعد دادگاه الهی، دادگاه الهی هم پیروز شد و باز آقای محمد رضا شاه بهش تبریک گفت. منتها تو دادگاه الهی بهش تلقین کردن که تو باید فرمانده کل قوا بشی. ببینید یکی از راههایی که برای سرکوب ملت‌های جهان سوم بلدن اینه که نفاق بندازن دیگه. از قدیم شعار انگلیسی‌ها همین بود که تفرقه بنداز حکومت کن. اومدن بین شاه و مصدق که با همسمین بودن نفاق انداختن. به این ترتیب که به مصدق تلقین کردن تو فکرش آوردن که تو تا فرمانده کل قوا نشی کاری نیستی. آقا مصدق اومد گفت من میخوام فرمانده کل قوا بشم. آقای شاه قبول نکرد، آقا مصدق استفاده داد. مردم قوام السلطنه نخست وزیر شد. مردم تظاهرات 30 تیر رو برپا کردن، 30 تیر 1331. در اون تظاهرات مردم بسیاری جمع شدن در مقابل بهارستان. یه نفر هم از مردم کشته شد، یکی دو نفر هم زخمی شدن، شاید هم بیشتر. میگن یه نفر با خون خودش روی دیوار نوشته که از جان خود گذشتم، با خون خود نوشتم، یا مرگ یا مصدق. حالا اون طرف داشته وقتی میمرده شاعرم بوده، شعرم گفته. به هر حال آقای محمد رضا شاه مجبور شد، نه اینکه به میل، مجبور شد که دوباره آقای دکتر مصدق رو به عنوان نخست وزیری پیشنهاد بکنه. آقای دکتر مصدق دوباره نخست وزیر شد. دوباره که نخست وزیر شد، خب اون اختلاف عمیق‌تر و عمیق‌تر عمیق‌تر شد دیگه. این دوتا از هم فاصله گرفتن. آقای کرمیت روزولت اومد تهران با پول که مصدق رو سرنگون کنه. هر کاری کرد نتونست، هیچ غلطی نتونست بکنه. به شاه هرچه فشار آورد که آقای محمد رضا شاه این مصدق رو عزلش کنی، آقای مصدق گفت نه، آقای شاه گفت نه، گفت این آقای مصدق رو مجلس باید عزل کنه، من عزل نمی کنم. البته میتونست عزل کنه ولی نمیخواست سنت رو بشکنه. سنت این بود که نخست وزیر رو مجلس رأی اعتماد میداد و شاه حکم میداد، مجلس رأی عدم اعتماد میداد، شاه حکم عزل میداد. یعنی اگر مجلس به نخست وزیر میگفت من به تو اعتماد دارم، رأی اعتماد میداد، شاه بهش حکم نخست وزیری میداد. اگر مجلس به نخست وزیر میگفت من به تو رأی اعتماد نمیدم، اعتماد ندارم، شاه حکم عزل براش مینوشت. یعنی اول مجلس کار میکرد بعد شاه. لذا هر کاری کردن شاه قبول نکرد تا آقای مصدق تصمیم گرفت که مجلس رو منحل کنه. علت اینکه مجلس میخواست منحل کنه کارهای خلافی که کرده بود و آقای مکی میخواست ازش استیضاح کنه. از جمله کارهای خلافی کرده بود این بود که دیوان عالی کشور رو منحل کرده بود. دیوان عالی کشور یک الان میدونید که آقای اوباما داره یک کسی رو برای پریمیوم کورت امریکا انتخاب میکنه دیگه. بعد بهش میگن تو نباید انتخاب کنی چون دوره نخود ریاست جمهوری دیگه چیزی نمود، بذار بعدی انتخاب کنه. حتی چون کسی که اون جا انتخاب میشه این مادام العمر قاضیه، بهش میگن قاضی نشسته، هیچ کس نمیتونه برکنارش کنه. در اینا هم همچه دادگاهی بود. آقای دکتر مصطفی اون دادگاه رو منحل کرد، یعنی نه اینکه قضاتشو برکنار کنه بلکه دادگاه رو منحل کرد، چون قضاتشو نمیتونست برکنار کنه که اصلا دادگاه رو منحل میکنه، در حالی که این حق هم نداشت. اون دادگاه رو هیچکی نمیتونه منحل کنه و اسکناس رو بدون پشتوانه چاپ کرده بود، یعنی بدونی که به مجلس خبر بده اسکناس چاپ کرده بود. چند تا کار کرده بود که خب کارهای درستی نبود، یعنی برخلاف قانون بود. بعد وقتی فهمید که میخوان استیضاحش بکنن تو مجلس و اونم مکی میخواد استیضاحش کنه، مکی دست راست مصدق بود. آقای دکتر مصدق همیشه میگفت سرباز و فداکار میهن حسین مکی. البته مکی فقط نبود که، بقایی بود، مکی بود، خلیل ملکی بود، حائری‌زاده بود، آزاد بود، خیلی ها بودن که یاران مصدق بودن. دیگه جدا شده بودن مصدق، دیدن بس که این لجبازی میکنه. حالا علت اینکه جدا شدن اینکه آقای مصدق دو سال و دو ماه نخست وزیر بود، یه مدتش نفت ملی شده بود، قادر به فروش نبود، هرچی پیشنهاد میدادن قبول نمیکرد. آخرین پیشنهادی که آوردن از طریق صندوق جانی پول بود.
صندوق جهانی پول یه پیشنهاد خیلی خیلی خوبی داده بود. کمی کارشناسا گفتن این پیشنهاد بهترین پیشنهادیه که داده شده. باید آقای مصدق قبول کنه. آقای مصدق قبول نکرد. یعنی میترسید. میترسید که یک پیشنهادی رو بپذیره، بهش بگن که تو سازشکاری، تو نفت رو دوباره دادی، تو که ملی کردی دوباره دادی به اینا که آقا نفت رو که نمیخوایم بفروشیم بریم دو مثلا شعبدالعظیم بفروشیم که نفت رو باید به کشتی ها بفروشیم به جهان. سه چهار تا کشتی کوچیک هم سمبولیک اومدن نفت رو خریدن اینا، یا مثلا دولت انگلیس اینا رو وسط راه توقف کرد، و یا اینکه مثلا یک کشتی کوچیک رزماری یه دفعه رفت نفت خرید برد خالی کرد، دوباره اومد نفت خرید، جشن گرفتن اورا اورا اورا. بابا این کشتی چقدر نفت تولید یه ساعت ایران هم نبرده. به هر حال آقای مصدق تصمیم گرفت رفراندوم کنه. آقای دکتر صدیقی تو خاطراتش نوشته که من به آقای دکتر مصدق گفتم شما اگر مجلس رو منحل کنید آقای محمدرضاشاه اختیار این را پیدا می کند که شما را عزل کند. آقای مصدق گفت جرأت نمی کند. تا مجلس رو منحل کرد آقای محمدرضاشاه دو تا ابلاغ، یعنی یکی برای عزل آقای دکتر مصدق، یکی برای انتصاب آقای زاهدی به نخست وزیری بود، سرتیپ زاهدی به نخست وزیری. خب اون آقایی که میخواست فرمان رو بده رفت اول مال آقای زاهدی رو بده. زاهدی چون تو مخفیگاه بود، آقای دکتر مصدق جایزه تعیین کرده بود که هر کی زاهدی رو تحویل بده اینقدر جایزه بگیره، در حالی که آقای زاهدی خودش وزیر کشور مصدق بود قبلا و اصولاً انتخابات تهران رو هموار کرده بود راهشو که آقای دکتر مصدق و یارانش از تهران اول نماینده مجلس انتخاب شده بودن. با آقای زاهدی این کار کرده بود، اومده بود دانشجوهای دانشکده افسری یا دبیرستان نظام یادم نیست همه رو گفته بود برید صندوقا رو مواظب کنید شب اونجا بمونید نذارید کسی عوض کنه. برای که همین آقای مکی رفته بود گفته بود که جناب تیمسار زاهدی اینا میخوان صندوقا رو عوض کنن. زاهدی نیمه شب از یه مهمونی پا میشه میاد میره دبیرستان ازم بچه ها رو بیدار میکنه، یادنش که دفتر یادم نیست، بیدار میکنه همه رو، میگه همه تون برید سر جایی که صندوق های رأی هست همونجا بمونید تا صبح. پس بنابراین آقای زاهدی دوست آقای مصدق بود. برای اونی که میره سرهنگ نصیری که میره فرمان زاهدی رو بده یه ذره دیر میکنه و وقتی میاد مال آقای مصدق بگه دیگه نیمه شب شده بوده و میاد نیمه شب هم با یک زره پوش و چند تا جیپ نفربر و اینا میاد. از بیرون خبر میدن به منزل آقای مصدق یه گروه نظامی داره میان خونه شما. اونا آماده میشن فکر میکنن که اینا اومدن آقای مصدق رو بگیرن، در حالی که اینا اومده بودن یه نامه رو بدن. البته روش دادن نامه کار خوبی نبود. به آقای مصدق نامه رو گرفت زیرش نوشت دست خط همایونی، دست خط ملوکانه یا فرمان ملوکانه، در ساعت یک بامداد روز 25 مرداد به این جانب رسید. زیرش هم امضا کرد دکتر محمد مصدق. اما اول که گفت فرمان ملوکانه یعنی قبول کرد، آخرش هم که نوشت دکتر محمد مصدق یعنی قبول کرد. اگه میخواست قبول نکنه او اصلا نمینوشت فرمان ملوکانه، میگفت یه ابلاغی که شما دادید غیر قانونی بود من قبول نکردم، زیرش هم مینوشت نخست وزیر قانونی دکتر محمد مصدق، در حالی که زیرش ننوشت نخست وزیر، نوشت دکتر مصدق. بعد به رادیو، به اون مدیر رادیو گفت اینجا من میخوام خداحافظی کنم ملت ایران، پیام خداحافظی هم ضبط کرد. بعد اون نفر سرهنگ نصیری رو یک افسر توده‌ای که خود آقای کیانوری نوشته و من یک دو بار خوندم نامشو، که نوشته که یک جوان رشید ایرانی جان برکف نهاد و این سرهنگ نصیری رو توقف کرد. جان برکف نهاد راست میگه، جان برکف نهاد، برای که اون صدفانه حق نداشت این سرهنگ رو دستگیر کنه، برای که منزل مصدق یک سری محافظینی داشتن و محافظین رئیسشون یه سرتیپی بود، اون سرتیپه باید میگفت اینو بگیر یا نگیر، صدفانه حق نداشت بگه، صدفانه زیر دست اون بود. ولی صدفان علی اشرف شجاعیان پرید و اون آقای نصیری رو توقیف کرد، دستبند زد
و بعد آقای فاطمی اومد فلان خلاصه جمع شدن و احتمالاً حزب توده اینا گفتن نه آقای مصدق شما اصلا نباید قبول کنید این فرمان. آقای مصدق دوباره گفت اون ضبطی که کردید پاک کنید، یک ضبط دیگه می‌ذاریم و گفتش که گودتایی در کار بود نیمه شب دیشب و این گودتا در نطفه خفه شد. یعنی در واقع آقای مصدق گودتا کرد بر علیه شاه، برای که شاه کارش قانونی بود، فرمان ارزش داد، ایشون قبول نکرد. پس نتیجه ایشون، من مخلص آقای دکتر مصدق هستم. آقای دکتر مصدق در تاریخ ایران بسیار 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 فعالیت کرده، حق بزرگی به گردن ملت ایران داره، ولی خب این کارش اشتباه بود، این کارش اشتباه بود که حکم قانونیشو نپذیرفت. بعد شاه در کلاردشت بود، وقتی که فهمید فرمانش قبول نکردن با هواپیما رفت به رامسر. حتی شاه نگران بود با خانم ثریا ملکه، حتی نگران بود که مبادا بره رامسر در اونجا هواپیماشو برده باشن یا هواپیماشو توقیف کرده باشن نذارن سوار بشه یا خودشو دستگیر کنن. رفت رامسر دید نه خبری نیست، سوار هواپیمای ویژه خودش شد و رفت پرواز کرد رفت بغداد. گفت استراری ما مجبوریم بیایم اینجا فرود بیان، بعد اونجا فرود اومد، از اونجا رفت ایتالیا. حالا ببینید در این فاصله چی شد. در این فاصله این آقای اردشیر زاهدی نمایندگان رسانه‌های خارجی رو همه رو دعوت کرد مخفیانه، گفت مخفیانه بیاید یه جی رفت تپه‌های شمال تهران، اونجا عکس فرمان پدرش رو که ازش عکس گرفته بودن، فتوکپی موقع نبود، عکس گرفته بودن، این عکس‌ها رو قسمت کرد بین مردم. گفت ببینید این پدر من نخست وزیری، اینی که الان تو اتاق نخست وزیر نشسته این خیلی قانونیه. اونا همه مخابره کردن روزنامه‌های خارج، مثلا فرض کنید که مثل نیویورک تایمز و نمیدونم گاردین و نمیدونم لوموند و اینا چاپ کردن. وقتی چاپ کردن خبر اونا به مطبوعات داخلی هم رسید، مطبوعات داخلی هم متوجه شدن، یواش یواش مردم متوجه شدن که این آقای مصدق از جدا طرف شاه ولی اونجا نشسته. دو تا آیت الله بزرگ تهران بودن، یکی آقای ابوالقاسم کاشانی بود، یکی دیگه بود که الان من اسمش یادم نیست، از این تو خوندم براتون. این دو تا که همیشه با هم رقیب بودن با هم دست به یکی شدن بر علیه مصدق و به وزیر کشور یه افراد گشته تو شهر ببینن چه خبره، خبر دادن که عده‌ای از خونه این دو تا آیت الله را میافتن میان به طرف مرکز شهر. قبل از اینم بگم که حزب توده تظاهرات کردن و تظاهرات بسیار زیادی کردن به نفع مصدق. دکتر مصدق دستور داد اونها رو به شدت از میدانها برانن. وقتی که پلیس حزب توده رو میراند و مثلا با باتون میزد اینا جمع میکرد پخ میکرد فلا میکرد، مردم که ندیده بودن که تا همیشه فکر میکنن مصدق با توده یا یکیه، دیدن اینا میزنن اونها رو شعار دادن به نفع شاه، به نفع سرتیپ زاهدی. و اون دسته تظاهرات کننده حزب توده هم تظاهرات میکردن و شعار میدادن به نفع جمهوری. بازاریای تهران تلفن زدن به آقای بروجردی، آیت الله بروجردی توی قم که ما میخوایم بریم تظاهرات کنیم. اینا گفتن باشه بریم تظاهرات کنیم. بعد افسران بازنشسته، خب چون زاهدی خودش رئیس کانون افسران بازنشسته بود دیگه، تیمساران و افسران و درجه‌داران بازنشسته، اونا همه راه افتادن به نفع زاهدی. باشگاه‌های ورزشی همه راه افتادن به نفع زاهدی. بازاریا راه افتادن اومدن به نفع زاهدی تظاهرات کردن. خب جوان هم به تپ اینا اومدن دیگه، اومدن. حالا من این تیکه آخر اینو از روی این کتاب براتون میخونم، مخصوصا دلم میخواد به اون قسمت آخرش توجه کنید که آخرش چی شد. در ساعت 16:40 سرلشکر فولادوند از جانب سرتیپ ریاحی رئیس ستاد شیر پیر، اینجا این کتاب مصدق و اسمش میذاره شیر پیر، منم چون از روی این میخوام امانت در خوندن رو رعایت کنم اینو میگم، اگه من بودم نگفتم شیر پیر، چون شیر پیر یه بار منفی داره بار مثبت نداره، من اگه بودم با احترام میدم. نزد شیر پیر آمد که هنوز در تخت خواب خود بود،
به حالت خبردار در برابر وی ایستاد و گفت در وضع فعلی تیراندازی دو دست نظامیان. خوب توجه کنید خانم آقای، اومد فولادبند، سرلشکر فولادبند اومد پلو مصدق، خبردار ایستاد گفت در وضع فعلی تیراندازی دو دست نظامیان به یکدیگر بی نتیجه است. دو دستی که بودن، یه سری محافظان خانه مصدق بودن که نظامیان بودن، یه سری مهاجمین بودن. مهاجمین افراد سرلشکر زاهدی بودن و مدافعان افراد مثلا دولت مصدق، که دولت مصدق دیگه قانونی نبود، بی نتیجه است و موجب اتلاف نفوس می شود و برای جناب علی و آقایان خطر جانی دارد. اعلامیه صادر بفرمایید که مقاومت ترک شود. مصدق سری به نشانه تایید تکان داد. اعلامیه تنظیم شد که در آن اقامتگاه دکتر مصدق بلا دفاع اعلام شد. ولی چه کسی و به چه وسیله‌ای میبایست این اعلامیه را پخش کند؟ تکلیف مصدق چه بود؟ بالاخره مصدق را متقاعد کردند که از رخت خوابش بیرون بیاید. تکه از چمد سفید رخت خوابش را پاره کردند و بر چوبی زدند و بر فراز خانهش نصب کردند. به گارد او دستور قطعی تیراندازی داده شد. همه چیز تمام شده بود. به روایت دکتر صدیقی، نردبانی که در طبقه تحتانی عمارت یافته شد که بر دیوار عمارت با ساختمان مجاور گذاشتند تا امکان خروج از اقامتگاه حاصل شود، دکتر مصدق همچنان مردد بود. گفت میخواهم در اینجا کشته شوم. سرانجام پذیرفت که از خانهش بیرون برود و به زحمت مصدق را بالا فرستادند. آخرین گروه وفادارانش همراه او بودند. دکتر صدیقی وزیر کشور و نایب نخست وزیر، مهندس سیف الله معظمی وزیر پست و تلگراف و تلفن که به علت فربهی با زحمت زیاد از نردبان بالا رفت. به خانه مجاور رفتن که خالی بود. از آن خانه به خانه دیگری که در آنجا به گرمی و با محبت آنان را پذیرا شدند. ابتدا چای شیرینی به آنان تعارف شد و سپس شام مناسبی فراهم آمد. مصدق و همراهانش شب را در همانجا گذراندند. در این محل بود که مصدق دریافت که خانهش اشغال و غارت شده و حتی آن را به آتش کشیدند. به گری افتاد. لباس حالا آقای زاهدی، آقای سرلشکر زاهدی، من گفتم ترتیب سرلشکر بود اون موقع، لباس نظامی خود را پوشید. بله سرلشکر زاهدی لباس نظامی خود را پوشید، لباس متعدل شکل خدمت. میدونید نظامی ها دو لباس دارن، یه لباس جشن ایناست که زرخ و برق داره و واکسیل و اینا داره، یه لباس خدمته. لباس خدمت یه دونه کت و یه شلواره و یه وضع خاصی داره دیگه، زرق و برق اینا نداره، فقط درجه ها روی شونش هست. یعنی اگه درجه ها رو بردنن دیگه سربازه و افسره و تیمساره لباسشون مثل همه. با اون لباس کار بهشون، ما میگفتیم لباس کار، با اون لباس به زحمت فرام کرده بود در اختیارش گذاشتن و رهسپار مرکز رادیو گردید. صدها اتومبیل که بوق میزدن و هزاران تن که شعارهای جاوید چاه و زنده باد ظاهری میدادن و این را همراهی میکردن. بالاخره سرلشکر به رادیو تهران رسید و در پیامی اعلام کرد که نخست وزیر قانونی ایران است و اداره امور کشور را در دست دارد. حمله به اقامتگاه مصدق در حمله به اقامتگاه مصدق 41 تن گشته به جای گذاشت که تقریبا همه از مهاجمین بودند، یعنی از اون سربازا و افسره بودند که اومده بودند هجوم بیارن و بعدن شهدای 28 مرداد دیده شدند. در شامگاه روز 19 اوت یعنی به همون 28 مرداد کار مصدق به پایان رسیده بود. حکومتش 2 سال و 2 ماه و 20 روز به طول انجامید. آیا اتفاقات چند روز اخیر کودتای نظامی بود چنان که بعضی میگویند،
یا رستاخیز ملی چنان که دیگران عقیده دارند. اگر ماجرای موسک ابلاغ فرمان عزل مصدق را که عامل آن به دستور یا تایید شاه سرهنگ نصیری بوده و طراح آن سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و انگلیس بودند کودتا بخوانیم، باید بگوییم که به شکست روبرو شد. اتفاقات روز 19 اوت را که یک سپاهی سلحشور و زیرک و یک روحانی عالی قدر عاملان آن بودند نمیتوان کودتا نامید. بله، این ماجرای کودتا. حالا دیگه بقیهش دیگه چیزاییست که آقای اینا رفتن اینا آقای مصدق خودشو معرفی کرد، گفت من در فلانجا هستم، اومدن بردنش. آقای زاهدی بردش به همون باشگاه افسران، اونجا یک اتاق خیلی شیکی رو در اختیارش گذاشت، خیلی احترام کرد، احترام نظامی بهش داد. زاهدی به دکتر مصدق احترام نظامی، آقای دکتر مصدق برای زاهدی جایزه گذاشته بود که بگیرنش بیارن، ولی آقای زاهدی برای دکتر مصدق احترام گذاشت، سرهام نظامی داد و بردش توی اتاقی، دستور داد پذیرایی کنن، تلفن در اختیارش گذاشت، روزنامه در اختیارش گذاشت. خب دیگه میدونی دیگه، آقای محمد رضا شاه تا این روز دموکرات بود، از سال 1320 تا 32 پادشاه دموکرات ایران بود. وقتی که از ایتالیا برگشت به همه گفت من میخوام اسرار خودم به دست بگیرم، خودم کارا رو اداره کنم، چون که وقتی که به شیوه دموکراسی متوسل بود، یک بار میخواستن در دانشگاه بکشنش، یک بارم از کشور بیرونش کردن. گفتم من میخوام خودم اسای حکومت رو به دست بگیرم و از سال 32 تا، من میخوام بگم مگر به من ایراد نگیرید، میخوام بگم تا 55. خودش همه کاره بود، از 57 آزاد کرد، یک دموکراسی رو داد، یک روزنامه رو آزاد کرد، تظاهرات رو آزاد کرد. اگه جلو این تظاهرات رو گرفته بود میتونست هنوزم خانواده پهلوی پادشاه باشد، ولی ایشون گفتش که من حاضر نیستم خون کسی، دماغ کسی بیاد. و میدونید، همه تو میدونید که تفنگایی که داده بودن به سربازا همه تفنگای اسلحه‌های پلاستیکی، یعنی فشنگای پلاستیکی داشت، گوله‌های پلاستیکی داشت و خطر جانی نداشت، فقط صدا و تق و توق داشت. و بعدم رفت و به وضع بسیار بدی که حالا در پایانش در اون کتاب دیگر یا در همین کتاب باید آخرش بگم که چه بلایی به سر شاه آوردن و چه جوری می‌خواستن تحویلش بدن به آقای قطب‌زاده و آقای قطب‌زاده بذاره توی قفس و در شهر بگردونه، و چقدر مردی که تمام زندگیش و خودش و پدرش برای ایران گذاشته بودن میخواستن چنین سرنوشتی بادن. و دولت امریکا بسیار بسیار با بی‌رحمی و بی‌ترحمی و بد رفتاری، زشت رفتاری با این رفتار کرد. و به نظر من باید آقای شاهزاده رضا پهلوی به کمک گروهی از وکیلای بین المللی دولت‌های غرب رو در رأسشون امریکا رو سو بکنه و از هر کدوم چند هزار میلیارد دلار پول بگیره، چون اونا باعث کشته شدن 1 میلیون نفر آدم شدن در جنگ 8 ساله‌ای که باعثش اونا بودن و خمینی رو آوردن، تمام صنایع ایران از بین بردن، تمام صنعت ایران از بین بردن. خب بگذاریم بریم بخش دیگر برنامه که معمولاً رویدادها و رمز و راز آن هست، این رو بررسی کنیم. ببینید من یه تسلیتی رو براتون میخونم، نمیگم از کجاست، نمیخوام بگم، نمیشه که تسلیت نمیدونم فلان 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 فلان، آخرش میشه روحش شاد و یادش گرامی باد، بعد امضا کردن فلان فلان کارکنان و کارمندان فلان مجله.
آخه من میخوام از آقای رئیس مجله بپرسم این روحش رو شما کجا دیدید؟ روحش شاد یعنی چی؟ آقا یه زمانی میگفتن رفتیم حموم جن بود، جنه اومد قوز یکی رو برداشت درستش کرد. ما بچه بودیم گفتن یه نفر رفت حموم دید عروسی جنی هاست، قوزدار بود، رفتید جنی ها عروسی میخندن، اینم با قوز شروع کرد رختیدن، جنا خوششون از این قوز اینو برداشتن، این درست شد، پشتش راست شد، اومد بیرون و یه دوست دیگه داشت اونم قوزی بود، گفت چی شد تو چطور راست شدی درست شدی؟ گفت من رفتم همون فلان ساعت نصف شب دیدم عروسی جناست، من رقصیدم اینا خوششون من اینطوری شد. اون یکم گفت حالا منم میرم دیگه، رفت شروع کرد به رقصیدن، نفهمید که امشب عزای جنی هست، یکیشون مرده اینا دارن عزا میگیرن، بعد جنای اون قوز اونم گذاشتن رو قوز این، بعد دانش قوز بالا قوز شد. این اصطلاح قوز بالا قوز از این داستان بیپایه میاد. خب آقای مدیر مجله، پس شما جنم باور کنید دیگه، تو قرآن هم از جنم اتفاقا گفته، پس قولم باور کنید دیگه، پس امریکایی هم میگن پا گنده، اونم باور کنید دیگه. روحش شد، آخه روح شما کجا دیدید؟ کی دیدید؟ روح آدم ها روح دارن یا میمون ها روح دارن؟ اگه میمون ها روح دارن، سگ ها روح دارن یا ندارن؟ آخه این چیزای قدیمیه خرافاتی رو چرا تکرار میکنید؟ روحش شد، روحش شاد و یادش گرامی بود. خب یادش گرامی بود، خب خوبه، یک کسی فوت شده یادش گرامی بود، همه توی حافظه شون نگرش دارن، ولی روحش شاد آخه یعنی چی؟ یک آقای دکتر ودیعی مطلبی نوشتن در ایرانیان و من بخشای از این رو براتون میخونم. معمولا ایشون نوشتهاشون اطلاع من میخونم، همیشه اطلاعات میگیرم از ایشون یاد میگیرم. باری در سال 2016 تولید نفت بر تقاضا فزونی خواهد گرفت، تولید 97 میلیون بشکه و بشکه تقاضا 95.6، پس تولید میشه 97 میلیون، تقاضا میشه 95.6، یعنی تقریبا 90 نزدیک 96 بگیم، 96 یعنی 1 میلیون خورده ای بشکه تولید بیشتر از تقاضاست. خب طبیعی است که وقتی تولید بیشتر از تقاضا باشه نفت قیمتش رو به ارزانی میره. پیش بینی میشه که تا سال 2021 یعنی 5 سال دیگه تقاضا در افزایش 10.6 میلیون و تولید یا عرضه در حد 100.5 میلیون، دیادن با هم فرق ندارن، 101.6 میلیون تقاضا است، 100.5 میلیون تولیده، پس بنابراین در اون موقع تقاضا کمتر تولید، ببخشید برعکس گفتم، تقاضا بیشتر تولید کمتر، پس نفت گرون خواهد شد. البته اینا همه چیزهاییست که عواملی در توش دخالت میکنه، مثلا فرض کنیم که اگر شیوه های ارزانتر تولید انرژی به بازار بیاد ممکنه مصرف انرژی کم بشه. من همینطوری نشنیدم که یک کمپانی در یه تلویزیونی، کمپانی ایرانی بود البته، اگه تگزاس اگه هوستون بود من فردا رفته بودم دم آفیسشون، ولی یه مال یه شهر دیگه بود، یه ایالت دیگه بود، شاید هم مال کانادا بود، من وسطاش رسیدم، میگفتش که ما سولار انرژی میفروشیم، یعنی میایم براتون صفحاتی میذاریم رو پشتمون که انرژی آفتاب رو میگیره براتون مصرف خونتون رو میده، بعد این انرژی که گذاشتیم، حالا من اجازه این تلفن جواب بدم بهتون میگم. الو الو، درود بر شما. آقای ناصر توکلی هستن، مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس. هر کس بخواد رادیوی خوب و 24 ساعته با حال ایشون رو گوش بده باید بره www
بعد داد بعد کی میدونید کی علامت همه رادیو ها کی داره و چون ایشون رادیو ایران هوستون تگزاسه پس آر آی اچ تی بعد داد کو یا کام میتونید برید و از برنامه خوب رادیو آقای ناصر توکلی استفاده کنید. آقای توکلی رو خط هستید و بفرمایید. ما دو تا اشبا داریم که هر دو هم همیشه 24 ساعت هست همونطور که شما فرمودید. بله آقای میگن انسان بعد از وفاتش بعد از مردنش روحش همیشه زنده است. اینا یک چیزایی که میگن. حالا خب آخه هرچی میگن که ما نباید باور کنیم. اون قوز بالا قوز هم من براتون تعریف کردم، شما باور میکنین؟ حالا به هر صورت این چیزی که میگن روح شاد یعنی این که روح این آدمی که مرده و همیشه وجود داره و در آسمان ها داره میچرخه روح شاد باشه. آخه آسمان ها که دیگه اینا پر روح میشه که حالا آسمان ها روح ها در چرخش هست. بله آخه جناب توکلی عزیز شما هرچی بگید من به عنوان بزرگتر قبول سنم، ولی آخه چی این چیزا ثابت نشده؟ چیزی که ثابت نشده وقت بذاریم روش انرژی مطرح کنیم. بله اینا ثابت نشده، ولی آقای دکتر محمد مصدق که ایشون دکتر هم نبودن، 3 سال در سوئیس بودن و سند تابعیت سوئیس داشتن، شناسنامه شدن مال سوئیس بوده و جواز وکالت سوئیس رو هم داشتن. بله ایشون دکترای وکالت سوئیس یعنی حقوق 3 سال درس حقوق خونده و دکتراشون هم قابل چیز نبوده که نخست وزیر ایران بشه به خاطر دکتراش از این صحبت ها. بله وقتی که شما میدونید که در اون زمان توده‌ای ها و اینا سلوک کرده بودن و نصف ایران رو توده ای ها یک کتابی نوشته کودتا در کودتا یک سفیر آمریکا که توده ای ها و اینها در اون روز 27 و 25 و 26 مرداد تمام ادارات و تمام جاهایی که در تهران و شهرستان ها بود تصاحب کردادن و حسین فاطمی که اونم آقای دکتر حسین فاطمی که سواد نداشته رفته و دربار رو لاکمور کرده و جمهوری رو اعلان کرده. این یکی از کاراش بود. خب اصلا حق نداشتن جمهوری اعلام کنن، برای که اعلام جمهوری باید با مجلس مؤسسان باشه. آقای وزیر خارجه که نمیتونه حکومت عوض کنه. میفرمایید شما حالا از همه این حرفا گذشته قانون اساسی ایران 9 تا کلمه است. 9 تا کلمه میگه اولا که هیچ شما کسانی که طرفداران آقای مصدق هستن برن یک جایی در قانون اساسی پیدا کنن که نخست وزیر حق بستن مجلس شورای ملی و مجلس سنا رو داره، ببینن که اصلا این دو چیزی وجود داره که آقای مصدق مجلس رو ببنده و یک پیچ بذاره روی پاش بگن مجلس اینجا. این کار غیر قانونی بوده و کار قانونی ماده 46 متمم قانون اساسی هست که 9 تا کلمه هست که من از حفظ هستم براتون میخونم. عدل و نصب وزرا با شخص همایون پادشاه است. ببینید 9 تا کلمه. بله عدل و نصب وزرا با شخص همایون پادشاه است. شاه به موجب این ماده قانونی 25 مرداد 32 حکم عزل دکتر محمد مصدق و نصب سرلشکر زاهدی رو امضا کرده و آقای همین شخصی که گفتید علی اشرف حالا عجیبی که بوده علی اشرف شجاعیان علی اشرف شجاعیان علی اشرف شجاعیان که سرهنگ نصیری بوده توقیف کرده. شما ببینید یک سوزبان اومده یک سرهنگ رو که نماینده شاه مملکت بوده توقیف کرده و دستبند زده. آیا این
اومدند و همه گفتن زنده باد شاه و شاه برگشت، اونو اسمشو میذارن دشمنان شاه و خاندان پهلوی کودتا، و 25 مرداد که کودتای واقعی بوده اون رو نمیگن کودتا. میخواستم به شما بگم که ما ایرانی ها هر چیزی رو که میگیم روی حرف حساب و قانون نمیگیم. اگر کسی خلاف حرف من داره همین الان بیاد روی خط شما و بگه ما مخلصشون هم هستیم. تلفن های تلویزیون و رادیو و دوستان رو من اعلام میکنم و به شما بدرود میگم. بسیار سپاسگزارم. آقای بدرود، آقای مینوی، اگر همین الان میخواید زنگ بزنید 281-835-3063 ایریاکود 281-835-3063. ما قرار بود که این تلویزیون ایتی رو ببریم روی ستلاج، مثل اینکه گفتن ما و آقای امیدوار تا به حال به جایی نرسیدیم. آقای امیدوار با زحمات خودش، با کار خودش، حاضر نصف این مخارج رو از جیب خودش بپردازه و نصف دیگه شم اشخاصی که شنونده و بیننده این تلویزیون هستن کمک کنن تا این تلویزیون روی ستلاج بره. اگر مایل هستید که این کار بشه زنگ بزنید به آقای امیدوار با تلفن 703-655-5267 703 ایریاکود شماره تلفن 655-5267. مجله بیداری رو هم که ما این همین اعلان کردیم از آقای سیاوش لشکری پرسیدم آقا یه تلفن بزنید برای شما در هر جای دنیا باشه این نشریه بربار فرستاده خواهد بود، با یک تلفن این تلفن رو یادداشت کنید و زنگ بزنید این نشریه رو داشته باشید. حیف شماست که نداشته باشید. تلفن آقای سیاوش لشکری هست 858 ایریاکود شماره تلفن 320-2013 858-320-2013 تلفن آقای سوری هم هست 703-957-6150 703-957-6150. اگر کسی با رادیوی ما و شخص بنده کاری داشته باشه تلفن 713-485-4300 ما در اختیارتون هستیم. 713-485-4300. اگر امری با من ندارید یا پرسشی ندارید من به شما بدرود. بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید آقای توکلی. پاینده ایران. مرسی. بله، حالا من ایشون گفت یه چیزی یادم افتاد، یه چیزی خب آقای شبان جعفری که به نام شبان بیمخ مشهور بودن، از اون به قول معروف یکی بزنهای مثلا اینجوری بودن. خب البته در کار خودشون هم حالا سواد نداشتن فلان، در کار خودشون سرآمد بودن دیگه، برای که کدوم جاهل محله میبینید که شما بره یه باشگاه بزنه بر خودش. ایشون باشگاه زدن روزهای چهار ماه آبان، برنامه باستانی زیر نظر ایشون بود و دخالتی در امر 28 مرداد نداشتن. آخه تانکا با تانکا می جنگیدن ایشون چیکار می‌خواست بکنه؟ الو الو، گوشی خدمتتون. جناب پارسا سربی مدیر تلویزیون مردم تیوی افتخار دادن اومدن اینجا، من در خدمتتون هستم. بفهمید آقای سربی. من به شما، به آقای توکلی و به دینندگان شنوندگان برنامه های شما و تلویزیون ایتو سال جدید رو یک بار دیگه تبریک میگم. ما هرچی میخواییم بشینیم یه شنونده خوب باشیم و یاد بگیریم، این آقای توکلی نمیذاره.
آخرش هم میاد حتی قلقلک میده، میگه حالا هر کسی مخالفه بیاد بگه. آقای توکلی اینجوری که میگه راجب نخست وزیری ایران، مثل این که مثلا یکی از شرایط نخست وزیر شدن این بوده که طرف باید دکترای علوم اقتصادی یا سیاسی داشته باشه. آقای توکلی شما که اینقدر تحقیق میکنید، محقق خوبی هستید، من امروز یه چیزی به شما میگم، شما لطف کنید هفته دیگه برید تحقیق کنید بیاین جوابشو من بدید. دکتر مصدق رفته درس خونده توی تهران، بعدم رفته پاریس، پاریس مریض میشه، همون حالتی که قش میکرده و اینها که تا آخر عمرم باهاش بود، برمیگرده ایران، بعد از ایران میره سوئیس فکر کنم، بله 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 میره سوئیس. حتی نوشته در ماه جون 1914 آقای دکتر مصدق شد اولین ایرانی که دکترا در قسمت لا قانون قانون بله. هرچی من همه حرفای شما رو تصدیق میکنم، شما کاملا درست میگید. من ممنونم از شما. من از آقای توکلی خواهش میکنم از این به بعد هر مهمانی که آمد تو برنامهش گفت آقای دکتر فلانی، بگه آقا برو تو که دکترای پزشکی نیستی، این دکترا به کار نمیخوره. ببینید این یه بام و دو هوا بودن، این دبل استاندارد بودن آقای توکلی ضرر میزنه. چجوری ضرر میزنه؟ حرفای خوب شما را ایشون میاد خراب میکنه. باور کنید از راه دوستیه، ولی باعث میشه که من بیام اینجا بگم آقای توکلی شما لطف کن برو به من بگو شاه ایران در چه سالی حتی دیپلم گرفته. آقا شاه ایران دیپلم نداشت، شاه ایران هیچ مدرکی نتونست بگیره، شاه ایران غیر قانونی رفت دانشکده نظام، باید میفرستادنش مدرسه نظام. و وقتی که درباره سواد صحبت میکنیم، ما ببینیم یه شخصی به نام رضا شاه میاد، سردار سپه بوده، این تازه بعدش بوده، یه سرباز معمولی بوده، حتی میگن که مسئول اسبها بوده، خب آدم با عرضه‌ای بوده. شما چرا خراب میکنید اینا رو و میان مسئله دکترا رو میکشید جلو که من بیام با کتاب، با قانون، با سند، با دانشگاهی که تو سوئیس هست بگیم 1914 کتابش هم هست. حالا شما برو برای من یه کتاب پیدا کن. فرد پهلوی پول داده اون مدرسه سوئیس تمام پرونده‌های شاه رو ممنوع کردن. یعنی اینها اینقدر اونجا نفوذ کردن برای که کارشون خرابه. ضمن اینکه کاش که میمد بگو آقا من بی سوادم ولی بلدم، عرضه دارم. افسرشون آقای بله ببینید آقای محمد رضا شاه بی سواد نبودن اصلا. آقای توکلی گفت که اگر کسی اعتراض داره به این گفته من بیاد. از حالت شنونده عوض شدم به تماس گیرنده. من در خدمتم، بفرمایید. بسیار بسیار سپاسگزارم ازتون. ببینید آقای توکلی هم شما رو دوست داره، هم آقای امیدوار رو دوست داره، هم به من لطف داره. این حرفاش از روی محبته. من تا گاهی وقتا یه مقدار همونطور که شما گفتید، من خب به خودش میگم رفت تو جاده خاکی، میره تو جاده خاکی. مثلا میگه دکتر حسین فاطمی هیچ سواد نداشت. آخه چجوری میشه دکتر حسین فاطمی سواد نداشت باشه؟ خب ایشون نویسنده بود، مدیر روزنامه باختر امروز بود، چجوری میشه همچی کسی سواد نداشته؟ و باعث میشه که شما بیاید بگید محمد رضا شاه سواد نداشت. محمد رضا شاه توی سوئیس درس خوند. خب بابا همون ماجرای کلاس دوم دبستان و دوستی خرس و شکارچی. نه بابا نه اونجوری نه، اونجوری نه، نزنه به صورت من و شما برای یه پشه که میخواد بپرونه. خیلی قشنگ بیاد دادش پشه رو تکون بده بره. آقا دکتر شما دارید درست میگید، میگید مصدق قانونن حق نداشت مجلس رو تعطیل کنه. البته خب اگه اونجا هم بخواین حساب کنید، اگه مملکت بود چرا نصف شب برد در خونه نخست وزیر؟ فردا صبح میرفت تو آفیسش می‌نوشتن آقا شما اخراج شدی برو به دنبال کارت. بله کارهای اشکال داشته بیان قبول. آره ولی اگر نصف شب بردن دلیل نمیشه قبول نکنیم فرمانو. قبول دارم ولی اونی که شما مثلا میگید چرا اون افسر اون موقع اومده یه تیمساری رو گرفته، خب اون موقع شب و اون موقع اون ساعتهای اضطراری دیگه کسی سلسله مراتب چیز نمیکنه. ما دیدیم که توی مثلا این ماجرای رومانی بود، کجا بود؟ یه سربازی اومد رئیس جمهور رو مثلا دستگیر کرد.
یعنی اون موقع حالت استثنایی، حالت آشفته ای هست و اون موقع قانون و اینا نیست، بیشتر احساساتی عصبی چیز میکنه. ولی من بازم ممنونم از آقای توکلی که ما امروز فهمیدیم برای نخست وزیر شدن ایران باید دکترا میداشتی و آقای مصدق این دکتراش که داشته یک کم نمره هاش خوب نبوده، از لحاظ آقای توکلی مورد قبول نیست، ولی آقای شاهی که دیپلم نداشته یا باباش که اصلا سواد نداشته، اینا میتونستن نخست وزیر باشن، رئیس سپاه باشن، سردار سپاه باشن، هیچ اشکالی نداره. نکنید این کارو. من بازم بهتون تبریک میگم، ممنونم از شما. سپاسگزارم آقای سربی عزیز، مرسی. بله، داشتم رویدادها و رمز و راز رویدادها رو میگفتم، گفتم آقای کاظم بدیعی گفتن که در تا سال 2021 تقاضای نفت بیشتر میشه، تولید کمتر خواهد. بعد من گفتم، یادم افتاد که این بر اساس روال معمولیه و یک کمپانی اومد تو تلویزیون گفت ما سولار سیستم میذاریم، یعنی انرژی آفتابی براتون میذاریم و این سولار سیستمی که میذاریم هیچی ازتون پول نمیگیریم، قسطی میگیریم ازتون، از دمقسط به قول معروف، و از دمقسط که میگیریم قسطی که شما میدید از انرژی، از پول برقی که میدید کمتر خواهد بود و ضمناً این قسطی که شما میدید گرون نخواهد شد، چون پول برق ممکنه که مثلا سالی یه مقدار بره بالا یا مثلا نفت گرون بشه اونم گرون بشه. گفت این شامل اینم نخواهد شد. البته آقای اینجا منظورمه که اگر از این اتفاقات بیفته ممکنه وضع رو عوض کنه. بنابر شناختی که این تیکه آقای ودیعی یه چیزی گفته خیلی قشنگه، بنابر شناختی که جهانیان بر فرهنگ قدرت ستایی ایرانیان دارند، یعنی خود ایرانیان دلشون میخواد همیشه قدرتمند باشن یا سران حکومت ها میخوان قدرتمند باشن، بنابر شناختی که جهانیان بر فرهنگ قدرت ستایی ایرانیان دارند، هر بار رویای آن را در رهبر میکارند تا غافل شوند از مدیریت و بروند به رعوتت، من نمیدونم لغت یعنی چی، در قدرت و به سر فرود آیند از سر خیال بافی های سیاسی صرفا خام و جاه طلبانه. و حتما میدانید که همین هفته پیش ملای سپاه را قدار به سپاه را بودجهش بر فروش و آیندی نفت متکی است، باید رو به مدیریت کند، مدیریت دولتی بی وحشت از سپاه، مدیریت دولتی بی دخالت و دستور. برحال حالا مدیریت کنه منظور اینه که آقای روحانی مدیریت کنه دیگه، یعنی سپاه و اینا دخالت نکنه. آقای روحانی یک طرحی رو چند روز پیش یا شاید یک ماه پیش گفتن و خب طبیعی است که من با رژیم اسلامی 100% مخالفم، با ادامهشم مخالفم، با هر شکلش مخالفم، اصولا من اسلام قبول ندارم چه برسه دیگه رژیم اسلامی. ولی یه چیزی گفت ما میخوایم آب دریای خزر رو از یه طریق یه کانالی از طریق خراسان بیاریم و آب خلیج فارس هم از طریق یه کانالی از طریق یزد ببریم، اینا رو به هم وصل کنیم و در اونجا دریاچه بزرگی درست کنیم. ببینید من تا جایی که میدونم، من کارشناس این قضایا نیستم، این چیزی که میگم میدیم شنیدم تحقیق نکردم، من شنیدم که کبیر مرکز ایران
سطح کویر مرکزی ایران نسبت به آب‌های آزاد جهان یعنی آب خلیج فارس حدود 27 متر بالاتره. یعنی برای پمپاژ به اینجا کافی است که 27 متر آب بره بالا. حالا ممکنه مثلا 27 متر بره بالا، ممکنه که مثلا 1000 متر ارتفاع بره بالای یه تپه ای، از اون طرف دوباره مثلا 1000 متر بیاد پایین. اگر این قانون ظروف مرتبطه رو در نظر بگیریم، چون اونجا از اون طرف کوه این آب نیروی جذب داره، اینو میکشه پایین، این طرف میخواد بره، این نیروی بالا زننده مثلا 1027 متر، نیروی پایین آورنده 1000 متر، پس پمپاش فقط 27 متر احتیاج داره آب بزنه بالا. و این کار عملیه و اگر این کار انجام بشه یا اقدام بشه بسیار عمل بزرگی انجام شده. و اگر در مرکز ایران که بخش وسیع است، یعنی شاید به نظر من نصف ایران اون همون در شنزارهای مرکزی ایران هستن، نصف مساحت ایران که مساحت ایران 1,600,000 کیلومتره، نصفش یعنی 800,000 کیلومتر مربعش همون شنزارهای مرکزی، اگر اونا با آب پر بشه می‌دونیم چقدر هوای ایران بهتر میشه، چقدر هوای منطقه بهتر میشه. این گرد و خاکی که میگن ریزگردها اینا کمتر خواهد شد چون رطوبت بیشتر میشه و دستگاه آب شیرین کن بسیار انواع سادهش خیلی ساده است. من یکی دو تا طرح دارم، همه اینا مجانی در اختیار هر کی علاقمند باشه میذارم، که با نیروی یه دونه پروانه که اون بالاش میذارم مثل آسیاب بادی، هر موقع که آب میاد باد میاد این آب شور رو داغ میکنه و این آب شور رو داغ میرسه به طبقه هایی که از آب شور خنک انباشته شده، تبدیل به قطرات آب میشه و میاد پایین و میشه نوع خانگیش برای مصرف خانه و مثلا یه باغچه، نوع بزرگش رو برای مصرف مثلا روستایی نمیدونم جایی قرار داد. طرح بسیار مهمی. الو، درود بر شما. گوشی. جناب سوال بی خیلی لطف کردید، بفهمید. ببخشید من دوباره زنگ زدم. خواهش می‌کنم. این موضوعی که شما گفتید خیلی جالبه، درباره این شرکتایی که میان سولار سیستم روی پشتیبان و منزل و اینا درست میکنن و از پول چیزا مجانی میشه. این کاملا درسته. دلیلش اینه که دولت یک کمک‌هایی رو به این شرکت ها میده، مثل موقعی که اون ماشین های اومده بود که باتری هست، هایبرید هست، بله، 3000 دلار، 5000 دلار، 7000 دلار. اینا چون اون کمک رو از دولت میگیرن، بعضی هاشون صادق هستن میگن، بعضی هاشون نمیگن. چون اون پول از دولت میگیرن، اینه که میتونن ماهیانه شما رو بیارن پایین. یعنی اگر کسی میتونه امکانش هست، خونه مال خوبش هست و اینا، به نظر من این کار رو انجام بده که از این سولار سیستم ها استفاده کنه. یه موضوعی شما گفتید در رابطه با عرضه و تقاضا، من دیروز داشتم رانندگی میکردم بعد تو رادیوی آمریکا میگفت که به این دلیل که عرضه که تقاضای نفت کم شده قیمت گرون شده. خب میدونید که برعکسش باز بنزین تو آمریکا یکم رفت بالا. باید. و گفتم عجب ماجرای این شرکت های نفتی از آخوندها به در سوخته برن، عرضه مثلا تقاضا کم میشه گرونش میکنن، تقاضا زیاد میشه بازم گرونش میکنن. بله، در هر دو صورت به سود ایناست. یه مسئله دیگه بهتون بگم راجع به این دارید صحبت میکنید راجع به سطح کبیر و نفت و اینا، باز از پدر سوختگی اینها براتون بگم که اگه آقای توکلی بشینه حساب کنه و به ما بگه چجور تعریف اینا میشه، ما ممنونش میشم. سالهاست آمریکا و کانادا میخوان یه خط لوله نفتی بکشن بیارن. از کجا؟ از کجا به کجا؟ و نتونستن. از کجا به کجا؟ از کانادا بیارن پایین توی آمریکا و بله بله، ایالت‌های مختلف آمریکا به اصطلاح اعتراض میکنن، میگن که خراب میکنه محیط زیست و اینا، این میخواد بره پایین که به اصطلاح به دریا از این ور را پیدا کنه. حالا شما که میگید روح وجود نداره، ببینید این آخوندها چجور با روح این کار را انجام دادن تو ایران. با روسیه قرارداد بستن، نفت روسیه رو توی شمال تحویل میگیرن بدون هیچ لوله کشی اینا، اونجا مصرفش میکنن، پایین تو جنوب نفت جنوب رو تحویل میدن. حالا شما بیا بشین هی بگو دکتر بود نبود،
شما شما آقای سلیمی مثل اینکه طرفدار نبرد یک به یک هستید. نه من دارم میگم که ما اینا رو دست کم گرفتیم و دست کم گرفتن ما هست که آقای دکتر احمدی، آقای دکتر فلان، دکتر فلان، که همین آقای توکلی دولا میشه جلوشون چون دکتر مثلا رشته چی داره؟ دکتر رشته گیاه شناسیه. اونا رو هی میاریم تو تلویزیون. دکتر احمدی، اگر دکتر سعید احمدی رو میگی دندون پزشکه. هر کدوم از اینا رو من میگم. بله. مثالی که میزنم جنرال عمومیه. من فقط منم که هیچ عنوانی ندارم. به من افغان شهر را دزدیدند و بردند و خوردند. من آقای وکیل، آقای توکلی هنوز سر دکترا و دیپلم داریم دعوا میکنیم. شما بشین حساب بکن به من بگو کدوم عقلی میتونست یه همچین فکری بکنه که بدون لوله کشی نفت روسیه رو تو شمال میگیرن، نفت خودشون رو به جاش تحویل میدن اونجا. خب آقای سربی عزیز قربونت برم، آخه خب نفت روسیه هم باید از طریق یه لوله بیاد به ایران دیگه، همینطوری که نمیاد که. ببینید از طریق لوله و از طریق کشتی و از طریق هم مرز بودن اون کجا، با اینکه از جنوب ایران تا پایینش حدود 2500 کیلومتر بدون هیچ چیزی اونجا تحویل بدن کجا؟ شما ببینید از شیراز که پالایشگاه داره، از ماهشهر که پالایشگاه داره، از آبادان اهواز این تا خلیج فارس چند کیلومتر رانندگی میکنن یا ماشین ببرن یا کشتی هرچی. خب بسیار فکر خوبی که نفت رو از شمال بگیرن و در شمال ایران مصرف کنن، از این طرف نفت جنوب بدن، این فکر بسیار عالیه. یعنی پول فرستادن نفت از جنوب به شمال رو، به شمال کشور رو نمیده. اونجا همیشه نفت حاضر داره، اون پایین هم نفتا رو به اینا میده، از سر دارن سود میبرن. بله من دارم همینو میگم. این اصلا یکی از کارهایی بوده که اینا گفتن آقا این یه جوکی ساختن، میگن شیطون اومد دو روز انگلستان درس داد به این پارلمان و اینها، دو روز اومد به آمریکا درس داد و اینها. یکی گفت آقا شغل خوبی داری یا سه روز در هفته تعطیلی؟ گفت آقا من کجا تعطیلم؟ گفتن خب چه کار میکنی؟ گفت من اون سه روز میرم قم از این آخونده ها شیطنت یاد میگیرم میام. در صورت این هم سه تا مسئله بود که من گفتم. مرسی. سولار سیستم، یکی نفت چه اینجا قیمتش بالا بره، ارزش اون تقاضا بالا بره چه پایین بیاد، من و شما به عنوان مصرف کننده با قیمت بالا رو بدیم، و یکیش هم این نفت شمال به جنوب و ماجرای کانادا. خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم ازتون. مرسی. یه عکسی رو نشونتون بدم، عکس خیلی جالبه، البته اونایی که از رادیو گوش میدن نمیبینه، من توضیح میدم براتون. عکس دو تا آقاست که در ایرانن، یه دونه صفحه گرفتن روش نوشته مرگ بر امریکا، بالاش هم نوشته هرچی فریاد دارید بر سر امریکا بزنید که از قول آقای خمینیه، این پایینش هم نوشتن به انگلیسی میگن down with USA. منطقی که از این آقا رو پیرانش نوشته آی، به انگلیسی نوشته آی، باید این قلب گذاشته آی، یعنی آی لاف دیگه، قلب گذاشته یعنی آی لاف، باید این نوشته ان وای یعنی نیویورک. رو پیرانش نوشته آی لاف نیویورک، منطق خودش نیست انگلیسی نمیدونه، حواسش نیست که رو پیرانش نوشته آی لاف نیویورک، بعد وقت کاغذ گرفته مرگ بر امریکا. بله مسکین نشد نشون ندادم. بله بله یه بار دیگه سعی کنم به قول معروف. بله آزیتا راجی سفیر ایران در سوئد شد، بالاخره سنای امریکا موافقت کرد تا ایشون خانم بشه، و بعد خیلی حیف شد من امروز نمیتونم این عکس‌ها رو نشون بدم. بله یه خانم بیچادری با موهای بلند عکسش از پشت میکروفون، بعد نوشته که امام جماعتی بی حجاب دانمارک، شیرین خانگان
اولین امام جماعت یک مسجد در دانمارک است. پدر وی مسلمان سوری تبار و مادرش فنلاندی مسیحی است. بله، اینا هم که از این صفحه من براتون گفتم که درباره خانم سریا دارایی نوشته بزرگترین زن، ثروتمندترین زن ایرانی است. من حالا یه چیزی دارم که تعدادی از بانوان ایرانی موفق اون تو هست، اونو میارم. اینم ایشونم جز همون برنامه هستن. مطلبی که میخونم از ایرانیان است که در واشنگتن چاپ میشه. آقای تقی مختار نوشته که آیپک از حملات دونالد ترامپ به باراک اوباما ابراز تأسف کرد. آیپک یعنی انجمن بند. آیپک بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در امریکاست. این آیپک یعنی کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل. اسمش خلاصه کردن گفتن آیپک. آیپک این گروه، یعنی گروه کلیمی های امریکا که طرفدار اسرائیلن و لابی امریکا هستن و از اسرائیل دفاع میکنن، اینا از حملات آقای دونالد ترامپ به آقای باراک اوباما انتقاد کردن. و از یه جای دیگه میگه که دونالد ترامپ در سخنان روز دوشنبه خود، حالا دوشنبه این البته این روزنامه به دست من رسیده، در گردهمایی آیپک گفت که ایونکا دخترش، ببینید دونالد ترامپ گفتش که ایونکا، اسم دخترش ایونکاست، شاید من بد تلفظ میکنم، ایونکا دخترش یهودی شده. دختر آقای دونالد ترامپ توی جمع یهودی ها که رفته سخنرانی کرده گفت دختر من یهودی شده و با مرد یهودی ازدواج کرده و به زودی نوزاد یهودی زیبایی به دنیا می آید. زیباییش هم تضمین شده است از طرف پدر بزرگش. بله، من این چیزایی که باید عکس نشون داده بشه نمیدونم چیکارش کنم. اولین رئیس جمهوری تاریخ تایوان تسای اینگ ون با رأی 60% از شرکت کنندگان در انتخابات به عنوان اولین رئیس جمهوری زن تایوان انتخاب شد. دو تا کشور اسمشون به هم شبیه، یکی تایلند یکی تایوانه. تایوان یک کشور، قبلا بهش میگفتن فورموز، جزیره فورموز. چین، وقتی که تو چین ماوتو ستونگ و جنرال چیانکای چک دو گروه رو گرفتن و با هم جنگ منطقه، ماوتو ستونگ گروه کمونیستا بود، اون یکی گروه غیر کمونیستا بود. در نتیجه اینا جنگ کردن، جنرال چیانکای چک یواش یواش مجبور به عقب نشینی شد و رفت جزیره فورموز که جزیره بزرگی متعلق به چین بود، اونجا موند و اونجا رو اسمش گذاشتن کشور تایوان. اما تایلند یک کشوری است که مجاور برمه و ویتنام و اونجا هست. تایلند اسمشه، اون کشور پادشاهیه و نخست وزیر داره. خب عنوان قهرمان آزادی مطبوعات به احمد زیدآبادی تعلق گرفت. دادگاه انقلاب احمد زیدآبادی را به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث محکوم کرد. جایزه قهرمان آزادی مطبوعات جهان در سالهای گذشته به اکبر گنجی، فرج سرکوهی و ماشاءالله شمس الوازین هم تعلق گرفت، البته در سالهای گذشته. بعد نوشته که یک بانوی ایرانی
سردبیر نشریه قضایی مجله تایم شد. یعنی مجله تایم یک قسمت قضایی داره، اون قسمت قضاییش یه سردبیر داره، این خانم سردبیر شد. اسم این خانم، بله، نیلو معتمد، اسمشون نیلو معتمد، حالا شاید هم نیلوفره ولی نیلو معتمد. یعنی ایشون شد سردبیر قضایی مجله تایم. مجله پردیس یک مقاله داره، شرح حال آقای ابن بطوطه است. من یه تیکایشو براتون بخونم. بچون ابن بطوطه یک سفرنامه نویس مشهور دنیای اسلام بوده، بله، این اشتباه بنده رو ببخشید، من این برای که برداشتم مال ابن بطوطه اینجا نیست، یکم بعد. این میگه که بازی‌های فکری مغز سالخوردگان را بزرگتر می‌کند. به گزارش مجله تایم، دکتر مجید فتوحی مدیر یک مرکز ویژه طراحی بازی‌های فکری می‌گوید از اینکه می‌شود با برخی مداخله‌های ساده مغز را بزرگتر، قویتر و هوشیارتر کرد بسیار شگفت زده شده است. این مداخله ها هم شامل ورزش های فیزیکی و هم ورزش های فکری هست. ببینید، من حالا چون وقتی همه من خلاصش بگم، این آقای دکتر اومده یه دیر گرفته و تیمی هستن، یه نفر نیست، یه تیمی هستن، برای هر فردی بسته به رشد مغزی اون فرد، یعنی مثلا این نفر فرض کنید که کاراش انجام میده، خودش همه کارا خودش میکنه، یه مقدار گاهی چیزاشو فراموش میکنه، مثلا یکی دیگه مثلا کاراشو میکنه ولی مثلا در حساب کردن تو ذهنش دیگه کارایشو نداره. برای هر کدوم اینها یک ورزش های فکری خاصی رو با یه مقدار برنامه غذایی خاص در نظر گرفتن، ورزش فکری و ورزش فیزیکی، یعنی مثلا راه رفتن و اینجور چیزا. بعد اومدن رو اینو کار کردن و باز تکرار میکنن، برای هر فردی یک ورزش ویژه اون فرد و متناسب با پیشرفت مغزی یا گنجایش مغزی اون شخص تهیه کردن. و بعد دیدن که وقتی رو 3 ماه رو اینو کار کردن، 5-10% به توانایی های این افراد اضافه شده. معمولا مثلا فرض کنی که سنش بالا میره، توانایی مغزش کم میشه دیگه، ولی اینا مطالعه کردن نه، میشه با این ورزش ها توانایی مغزی رو جلو کم شدن که میگیری هرچی حتی زیادترش هم بکنی دیگه. حالا دیگه ببینیم آخر عاقبت این مطالعات چی میشه دیگه. آقای حسن رجبزاده نوشته که در مجله بازم ایرانیان نوشته که تا امروز خیال میکردیم این آقای باری تعالی، باری تعالا در آن بالاها در عرش اعلی در بارگاه کبریاییش نشسته است و مداوم فرمان مرگ و قتل و اعدام صادر میفرمایند که گاهی هم حوصله‌شان سر می‌رود، برای مخلوقاتش زلزله‌ای، طوفانی، آتش‌فشانی، وبایی، پیامبر آدمخواری، امامی، طاعونی، رعد و برقی، داعشی، طالبانی چیزی می‌فرستد تا حالشان را جا بیاورد و آنها را ببخشید من لغت را نمی‌خونم، خایمالی شبان‌روزی وادارد. یکی حالا رفتم توی رانندگی که میکردم، چشم به یه ماشین افتاد، پشتش نوشته بود که Jesus is coming soon, be ready. خدا به زودی میاد یا عیسی به زودی میاد، شما آمده باشید.
بعد یه شماره تلفنم گذاشتن زیرش که البته این شماره تلفن من اصلا کنجکاوی زنگ زدم رفت رو نوار مال خدا نبود. بالاخره میخواد ببینم که شماره تلفنی کی گذاشتن. خب من به پایان برنامه رسیدم، بسیار سپاسگزارم از جناب امید امیدوار در دفتر مرکزی واشنگتن که برنامه رو کارگردانی فنی کردن، بسیار سپاسگزارم از آقای ناصر توکلی، همیشه برنامه من از طریق رادیوی ایران هوستون تگزاس همزمان پخش میکنن، بسیار سپاسگزارم از آقای پارسا سربی که دو دفعه هم تشوردن روی خط، به هر حال به برنامه ما یک حال هوایی دادن و یک تنوعی رو ایجاد کردن و مطالبی رو گفتن، از مطالب علمیشون هم استفاده کردیم، همینطور از آقای توکلی که مطابق معمول اومدن درباره قانون اساسی صحبت کردن و تلفن‌ها رو اعلام کردن که سپاسگزاریم ازشون. از شما عزیزان که به برنامه توجه کردید صمیمانه تشکر میکنم، بار دیگر عید بهتون تبریک میگم، نوروز باستانی رو گرامی گرامی داشت براتون آرزو میکنم. یادتون باشه که همین جمعه که میاد روز اول آپریل مطابق 13 به در ماست، ولی مردم روز یک شنبه سوم آپریل که 15 فروردین میشه اونو جشن میگیرن، به پارک میرن. امیدواریم که با شکوه هرچه تمامتر این برنامه برگزار بشه. برنامه‌ای که مال ایرانی هاست معمولا با شکوه برگزار میشه. مثلا اگه شما برید ببینید که یک دونه مثلا جاییست که 200 نفر از یک ملیت غیر امریکایی دیگری، من خب بگم مثلا بدن فلان از غیر ایرانی غیر امریکایی جمع میشه، میبینید اگه 200 نفر آدمن 20 تا پلیسه، ولی معمولا مال ایرانی ها یا پلیس نیست یا اگرم پلیس هست رفتن توی اتاق دیگه نشستن صحبت میکنن که مثلا اگه لازم بشه بیان، و معمولا هم لازم نخواهد شد. بازم یه بار دیگه شاد و پیروز باشید، براتون سال خوبی رو آرزو میکنم، شما رو به خردتون میسپارم.